بالا مهدا، سلام بر شما به برنامه تحول خوش آمدید. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با معذرت انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش میگوید که گروه داعش نه تنها توانایی عملیاتیش در افغانستان را افزایش داده، بلکه میتواند بر اهداف بین المللی نیز حمله کند. این گزارش ادعای حکومت کنونی افغانستان مبنی بر مبارزه با تروریسم را بی اساس دانسته است. همزمان با این، فاینانشال تایمز از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانی ابراز نگرانی کرده، اما امارت اسلامی این گزارش را رد کرده. تأکید میکند که هیچ گروه تروریستی در کشور وجود ندارد و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. در همین مورد با مهمانان گفتگو میکنیم. پیش از اینکه بریم بحث را آغاز بکنیم، همکارم صدف یارمل در باب همین موضوع گزارش تهیه کرده، میبینیم و دوباره برمیگردیم. در پی افزایش نگرانی ها از فعالیت داعش در منطقه، انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش میگوید که توانایی عملیاتی گروه داعش در افغانستان نه تنها افزایش یافته است، بل این گروه می تواند بر اهداف بین المللی نیز حمله کند. این گزارش ادعای حکومت کنونی افغانستان مبنی بر مبارزه با داعش و قطع ارتباط با القاعده را بی اساس دانسته است. این نهاد پژوهشی استرالیایی افزوده که با وجود ادعای مبارزه با داعش در افغانستان، این گروه با حمله انتحاری در قندهار و حمله به تالار کنسرت در مسکو، قدرت و توانایی خود را به نمایش گذاشت. در ظاهر، طالبان بارها موفقیت خود را در مبارزه با داعش اعلام کردند و هر گونه ارتباط با القاعده را رد کردند تا حسن نیت واشنگتن را به خود جلب کنند. اما ادعای آنها نادرست است. بمب‌گذاری انتحاری در قندهار و حمله بر مسکو قدرت و توانایی داعش را نشان داده است. این گزارش هشدار داده است که خطر تروریسم هم در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است و 21 گروه دهشت افغان دیگر پایگاه‌های منطقه‌ای و عملیاتی در افغانستان دارند. همزمان با این، فاینانشال تایمز در یک مقاله تازه در رابطه با حمله بر تالار کنسرت در مسکو نوشته است که به نظر می رسد تاریخ در حال چرخش کامل است و پناهگاه قدیمی گروه های هراس افغان جهانی مشمول القاعده و داعش به پناهگاه تازه آنان مبدل شده است و تبدیل شدن افغانستان به میزبان و مرکز رشد فعالیت های فرامرزی هراس افغانی قابل پیش بینی بود. د ترهګری پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه کوټلی او د پام وړ وه. هغه ترهګری ډلې چې نړۍ او سیمه فکر کوي چې د دوی ثبات ته به ګواښ وي، د هغوی هغه وجود په افغانستان کې صفر ته رسېدلی دی. ولې بیا هم په کار دا ده چې نړیوالې ټولنه او د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت ترهګری نامنۍ او بل هر ډول ورانکاری پر وړاندې ګډه نږدې او مبارزه وکوي. اما امارت اسلامی این گزارش ها را رد کرده و به اساس می داند. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که هیچ گروه تروریستی در کشور وجود ندارد و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. او را یک تهدید دانستند و او را باز قدر بزرگ نمایی کردن که تهدید برای دنیا از افغانستان باشه. یه خودش کمپاین برای داعش است. متاسفانه همچو علاقات همیشه تلاش میکنند موجودت داعش سوء استفاده بکنند و آن را وسیله تواصل به هدفشان قرار بدن. ما این رد موقعیت نداره. در افغانستان دولت گم شدن است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، نگرانی ها از تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان افزایش یافته است. اما امارت اسلامی ادعاها و نگرانی ها در این مورد را به شدت رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم حبیب الله جانبدار، آگاه روابط بین الملل که اینجا در استودیو با ماست، یوسف امین زازی، آگاه نظامی و تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، آقای عبدالصمد صمدی، آگاه مسائل سیاسی که از لندن روی خط با ماست بحث میکنیم. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. جانبدار، صاحب اجازه بدید بس را با شما آغاز بکنیم. در مورد داعش روایت های وجود داره در داخل، ای که داعش سرکوب شده و توانایی عملیات را نداره، ولی در بیرون یک روایت بسیار خطرناک از داعش وجود داره، اویی که داعش در افغانستان آنقدر توانمند شده که در افغانستان چی که توانایی حمله به بیرون از افغانستان را داره. میپذیرین و به این تناقض هم حتما یک نگاه دارین که چگونه میبینین؟ به نام خداوند متعال، امید است عبادت همه ما شما را خداوند متعال
قبول و مقبول بگردانه. و با عرض سلام به شما، به مهمانان محترم و گرانقدر شما و به منندگان معزز تلویزیون شما، بر شما معلوم است در جایی که اصل و ریشه افرادی که مسلح هستند و در کشورهای مختلف به عملیات میپردازند، جهانیان و به خصوص کشورهای حامی پاکستان به اون نقطه توجه نمیکنه. بله، در طی نیم قرن و بیشتر از او ما میبینیم که چنین اعمال و حرکاتی که هر تعریف برش داده میشه، یا تروریسم یا بغاوت، به هر صورتش با اشکال گوناگون در سرزمین یا در قلمرو کشور به نام پاکستانی نمو میکنه، افراز میشه و بالاخره صادر میشه. در مورد داعش، با حفظ از اینکه این پدیده خاورمیانه هست و از اوجا منشأ گرفته و بالاخره در نقاط مختلف جهان فعالیت های زنا محسوس است و صدماتی را که وارد ساخته و اعمال ضد بشری از اونا روشن است در مطبوعات. ولی شما ببینید که رویتر درباره از این چی میگه. رویتر میگه که رهبر شاخه خراسان مشهور است به شهاب المهاجر، شهاب المهاجرین، و اصلا نامش ثناءالله غفاری است و این در کویت است، در حالی که مطبوعات پاکستان دو سال قبل گزارش داده بودن یا تقریبا 3 سال قبل که در کنر ای کشته شده. یعنی بخاطر سطر اخفای چنین افراد او را مرگش اعلان میکنه، ولی در دیگر نقاط او را فعال میسازه. وقتی که چنین یک رسانه معتبر اعلام میکنه که این فرد در کویته پاکستان حضور داره، پس افغانستان چرا متهم شده؟ یعنی اینجا بازی هست، استخباراتی بازی هست از لحاظ استراتژیک چند بودی، و ایالات متحده آمریکا و کشورهای انگلوساکسون به خصوص انگلستان و استرالیا که تا هنوز رسوبات جنگ سرد در ذهنش است و خاطرات از افغانها داره و یک نوع منفی نگر هستن برای افغانستان. درست. ولی اخیرا حمله داعش بر روسیه ثابت ساخت که داعش آنچنانی که گفته میشد در گزارش ها قوی شده، توانایی حمله را داره در سطح بین الملل؟ نه، او قوت شما، من منظور مسئله ایست که در افغانستان نیست. اگر در افغانستان هستم سرکوب شده، قوتش ممکن باشه در پاکستان، قوتش ممکن باشه در خاورمیانه، ممکن در تاجیکستان، ممکن در ایران، در جای دیگه. ولی این سوال چرا برای افغانها راجع میشه و در گذشته هم؟ و دقیقا پرسش هم اینجاست. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا، همونطور که در مقدمه گفتم، در گزارش گفته که داعش نه تنها توانایی عملیاتش در افغانستان را افزایش داده، بلکه میتونه به اهداف بین المللی نیز حمله بکنه. خب اهداف گزارش چی است پس؟ استرالیا خب بفرمای اول هم جنایتی را که در افغانستان انجام داده طوری که خودشان هم معترف است و نمور درست بررسی بکنه، غرامت جنگی با افغانای مظلوم و بیچاره و زخمی بپردازه، معذرت مکررن بخواه، و بعدا که چنین اطلاعات دقیق هم داره در مورد تروریست ها چرا عمل نمیکنه، که اینجا مردم مظلوم خوب کشته میتانستن ولی تروریست جلوش گرفته نمیتانه، فقط یک جنگ روانی را برای انداختن. به همین ترتیب انگلستان هم باید در این مورد توجه بکنه که افغانستان دیگر افغانستان دیروز نیست، دوستی ما برای ازیا مفید است تا ای که در تقابل قرار بگیریم. ولی او انگلستان استعمارگر قرن 19 و 20 نیست، ولی او ادعا میکنه، ادعای حقوق بشر میکنه، ادعای دموکراسی میکنه، و ظلمی را که با کشیدن خط دوران بالای ملت افغانستان تحمیل کردن، از این بابت باید معذرت بخواین و بیاین کنار، بیاین سیاست نو در پیش بگیره، نه سیاست استعمار، نه سیاست استبداد، نه سیاست وحشتناک قرون 19 و ما قبل آن. درست. پس داعش در افغانستان وجود نداره؟ اگر وجود دارم داره به این حد قوی نیست طوری که بزرگ نمایی میشه. در افغانستان الحمدلله امنیت است و ما عملا میبینیم در تمام نقاط. تشکر آقای جانبدار. زازای صاحب، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه. کدام یک را میپذیرین؟ صحبت های کی را میپذیرین در مورد داعش؟ جهان میگه که داعش در افغانستان است، توانمند شده، هم توانایی حمله در افغانستان را داره، هم توانایی حمله بر اهداف بین المللی داره. اما امارات سومی میگه که داعش نابود شده، توانایی حمله را نداره. کدام یک را میپذیرن؟
تشکر، سلامت باشین برای همه دوستایی که در میز مجلس هستن. سلام. ببینین، ما دقیق آگاهی دارم که داعش در پاکستان، در وزیرستان امیال موقعیت داره و افراد را برای گروه داعش جلب و جذب شمیال در وزیرستان و کویتا و اوجا چی هستن ادامه دار. ما داعش خراسان در فرانسه حمایت کرد، مردم ها از داعش، مردم ها که در فرانسه بودن، اونا از کجا بودن؟ افغانای بودن، اونا حمایت کردن. افراد مخرب، افراد تخریبکار، ما نظر به این است که در افغانستان هنوز وجود داره، هستن و به نام داعش فعالیت میکنن. ما نمیتونیم گفته که هر چیز از بین رفته، خونسا شده و چیزی وجود نداره. ولیکن ما یک مسئله را پرسان می از خارجی های تو میکنم، چرا افغانستان، چرا فوکس افغانستان میشه؟ پیشتر جانبدار صاحب گفته که امو گفتارهای متضادشان که امی غربی ها میگن و خودشان گفتن حضور رهبر داعش در کویته پاکستان، چرا همیشه مطرح میشه مسئله تروریسم و ترهگری در افغانستان؟ در حالی که حمایتگر، تمویل کننده، تجهیز کننده جنگ 45 سالی افغانستان مردم افغانستان نبودن. و دومی که خود نظامی های پاکستان اقرار میکنه که در علیه قشون سرخ 30,000 افراد مسلح جنگجو از کشورهای منطقه و جهان آمدن جنگیدن. تا جایی که من معلومات دارم اونا به وطنهای خود، ممالک خود، کشورهای خود واپس نشدن. یعنی در این چندین سال و حتما پاسپورت گرفتن، حتما تذکره گرفتن در پاکستان و همجا زندگی میکنن. سرنوشت از جا کجاست؟ کی حساب میده که نمی تقریبا 30,000 افراد مسئله که در اون وقت آمدن کجا هستن؟ این چیزها هستن که باید جهانیان، امریکا و عرب و پاکستان باید جواب بدن. وقتی که 30,000 به خانه های خود نرفته باشن و در پاکستان موجود باشن، قابل تشویش است برای جهان. اینجا جغرافی پاکستان زیر سوال است، نه افغانستان. من نمیفهمم که جهان همیشه چرا افغانستان همیشه میگه که از افغانستان خطر است و مچم داعش است، تروریست هستند. تشکر. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه بازم خوش آمدید. صمدی صاحب شما هم خوش آمدید میگم به برنامه. واقعیت های داعش در افغانستان چی است؟ داعش نابود شده در افغانستان یا قوت گرفته؟ عرض ادب و سلام به شما سخی‌زاده صاحب، میمانای عزیز و بیننده های گرامی. درود باشه. یک موضوع بسیار جالب را شما طرح کردین. ما یک زمان در 2014 در زمانی که در شورای امنیت بودم، موضوع داعش جدیداً سر زبان ها شده بود در افغانستان. من یک قسمت صحبت های جانبدار صاحب شنیدم، یک قسمت دیگه نشنیدم. من یک موضوع را خدمتتون عرض می رسانم که این پدیده خاورمیانه نیست. جانبدار صاحب گفتن پس پدیده کجاست؟ من براتون الان میگم. در اون زمان ما هم به حکومت هم به مشاورین خارجی خود می هشدار داده بودم که داعشی که در منطقه که ما یا در جغرافیایی که ما هستیم، داعش البغدادی نمی باشه، به دلیلی که به هیچ صورت اونا نمیتونن یارا تمویل کنن. بین عراق و سوریه و افغانستان کشور ایران موجود است که اونا شیعه مذهب هستن و یک از نگاه پالیسی و از نگاه چیز زیدیت دارن با هم دیگه
و داعش ما میفهمین که زیادتر اهداف شان امنا هستند. و طرف دیگه که در پاکستان هست که اونا هیچ نوع سرحد و یا ارتباط با عراق و سوریه ندارن، بنان امکانات از این بوده نمیتونه. من همین موضوع رو به مشاورین خودم همون وقت گفتم، تشریح کردم، به حکومت وقت هم تشریح کردم که به هیچ صورت این مربوط به البغدادی شده نمیتونه. مربوط به کی است پس؟ و واقعیت داعش در افغانستان چی است؟ من خدمتان به عرض میرسانم، من در همون زمان موضوع را طرح کردم، گفتم اگر در این منطقه یا در این جغرافیا هر نوع گروهی تحت نام داعش عرض اندام کنه، مستقیما آیسای پاکستان در ایجاد از او و در رشد از او رول می داشته باشه. حالا ما شما چند مرحله رو من خدمتتون عرض می‌رسانم. اولی که در اوایل نام مجاهدین ساختن، یک زمانی که مجاهدین از اونا رو گشتاندن، باز طالب ساختن، طالب که از اونا رو گشتاندن، آل داعش جور کردن. شما مطمئن باشین که در ساختار داعش، در تمویل داعش، در تقویت داعش، آیسای پاکستان و حامیانشان رول بسیار بزرگ دارن. اهداف را که فعلا داعش در منطقه و در جهان قرار میده کسایی هستند که ضدیت با جهان غرب دارند و کسایی هستند که موافق با دیکتاتوری های غربی نیستند. بنابراین این یک وسیله بسیار بزرگ زیر فشار آوردن کشورهای منطقه و جهان شده میتونه. و در ضمن یک موضوع دیگر رو من خدمتتون عرض می‌رسانم، همین نامه جدید جو بایدن به پاکستان همی بوده که ببینید چقدر هوشیارانه اینا کار میکنن که ما در مبارزه با تروریسم پاکستان را حمایت میکنیم، به معنای از اینکه لانه همه تروریسم. ما در 2014 تا 2017 که در حکومت افغانستان بودم، داد و فریاد ما همی بود که لانی توریسم پاکستان است، و در اواخر ما ایره به خارجیان به اثبات رسانده بودیم که لانی توریسم در پاکستان است. اما متاسفانه با قدرت رسیدن طالبا، دست باز آیسای پاکستان و پاکستان، حکومت پاکستان امی موضوع رو دوباره برگشتاندن به افغانستان. اونا عمدن رهبر القاعده را در افغانستان اعزام کردن که کشته شود تا امی لکی سیایی که از پاکستان بالای پاکستان بود بیاید به افغانستان. و فعلا در مجموع توریست های داعشی که از افغانستان که عملات را انجام میتن، یک سر نقش به افغانستان ارتباط میتن تا پاکستان در این زمینه بتانه که امو تجارت استخباراتی و امنیتی خود در جهان بکنه، که ما شاهد آخری پیغام بایدن به پاکستان هستیم و اونا موفقانه پیش میرن. ما دلیل از اینام براتان میگم که چرا اونا موفق هستن و ما نیستیم. دلیل همی است که هر زمانی که در افغانستان یک حکومت به روی کار آمده، حکومت ها خودتازی کردن، صدای مردم نشنیدن، به مخالفین خود گوش ندادن و یک تازی های یا یک تعداد افراد اشخاصی که در حکومت های نابکار اونا قد سر بالا کردن و علیه به خاطر منافع خود یا قوم خود کار کردن، اونا نتانستن یک حکومت قوی را در افغانستان ایجاد کنن. اینمی دلیل است که وقتی که ما در افغانستان یک حکومت یا یک دولت نداریم که از خود دفاع کنه، یک دولت نداریم که داخل امنیت اقتصادی و نظامی و سیاسی داشته باشه، بنابراین ما همیشه حکومت هایی که در افغانستان بوده زیر فشار همسایگان بوده و به خاطر حفظ بقای خود امو بعضا به گفتای از اونا. ولی از یک دید بزرگتر به این مسئله نگاه بکنیم صمدی صاحب، ما اخیرا شاهد حمله داعش به مسکو بودیم، درست؟ که جهان را تکان داد و کسانی که بازداشت شدن و به جرمشان اعتراف کردن اونا تاجیکستانی بودن. باورها به این است که داعش در حال حاضر گسترش پیدا کرده، ممکن میتونه پاکستانی هم باشه، ممکن میتونه تاجیکستانی هم باشه، ممکن افغانستانی هم. بله ببینین،
داعش از کجا سربازگیری میکنه؟ از کشورهای میکنه که وضع اقتصاد و حالتهای امنیتی در او کشورها بسیار پایان است. تاجیکستان در جمله کشورهای اتحاد شوروی سابق از نادارترین کشور از او است که اکثریت اتباعی از او یا به روسیه میرن یا به کشورهای دیگه شوروی سابق میرن به خاطر کار و دستمزد به دست میارن تا فامیلای بزرگ خود که در تاجیکستان هستن تمویل کنن. بنان سربازگیری در این مناطق و در ضمن حکومت تاجیکستان بالای مسائل مذهبی بسیار قیودات شدید آوردن. شما ایران میفهمین هر قدر که بالای یک چیز قیودات به مردم میخواه که امور یک بار استفاده کنه و به مود سمت خدا رو میکشانن و به او خاطر چون وضع اقتصاد در اونجا خراب است. ببینین اکثریت تا کسایی که با داعش هست یا از یمن هستن یا از سوریه هستن یا از عراق هستن، افغانستان هستن، پاکستان هستن، تاجیکستان، ازبکستان، اینا کسایی هستن که به اساس ایدئولوژی نمیاین یا کسایی هستن که به خاطر ضرورت مالی به داعش میپیوندن. تشکر. اما ما هم داریم کسایی را مثل چچین کونا به خاطر مسائل نفوذ در این گروپ های تروریستی با اینا یک جای میشن و به خاطر به دست آوردن پول. تشکر آقای صمدی. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه تحول باسم خوش آمدید جانب دارسیب. در این گزارش در مورد 21 گروه دهشت افغان دیگر هم اشاره شده که پایگاه های منطقی و عملیاتی در افغانستان داره. درست. آیا این موارد نمیتونه به عنوان یک نگرانی مطرح شد برای آینده افغانستان؟ چون هشدارها هم داده شده بود به روسیه. آمریکا میگفت که به روسیه داعش حمله میکنه ولی دیدیم که حمله کرد. حالا این گزارش ها و این اطلاعات نمیتونه که واقعیت داشته باشه در مورد افغانستان، در مورد داعش در افغانستان و گروه های دیگر که به نحوی به دنبال حملات تروریستی هستند؟ خب یک مسئله روشن است که مافیا و بعضی از افراد مسلح که تعریف تروریستی برش داده شده در هر نقطه از جهان میتونه که اونا سر بالا کنه و این مربوط به بخش نادار جهان هم نیست. ما 9/11 دیدیم که افراد سعودی و ما بن لادن دیدیم که یکی از سرمایه دارترین آدم بود مگم کوگشتی میکرد برای عقاید خود. این نظریات ولی بعضا استخبارات این کشورها باز میتونه که تحت از زمین نام همی چوکات افراد را استخدام بکنه و از مجبوریت های از اونا سو استفاده بکنه و اینا را بعد در عملیات های که اختصاصی که خودشان در نظر داره به کار بگیرن. لیکن سوال اینجاست که وقتی در روسیه داعش حمله میکنه و کل جهان تکان میخوره، آیا خون روس از افغان که بالاتر است؟ در قندار که حمله صورت گرفت توسط داعش و مردم ملکی کشته شد، یعنی هیچی پیغام میرسانه؟ و معنای ازی است که امارت اسلامی افغانستان به تعهدات خود وفادار است، در قلمرو خود تسلط کامل داره ولی جلوی چنین حوادث هم میخواین که بگیرن و خودشان هم قربانی چنین اعمال تروریستی شدن. منظور اینجاست که برای جنگ روانی و تبلیغاتی که علیه افغانستان ادامه داره و میخواین که در این منطقه یا در حوزه تمدنی ما باز هم زمینه برای جنگ های بعدی را حفظ بکنن و در نتیجه ازی باز رقیبای خود عقب برانن، این مثلا مربوط میشه به مداخله بیرونی و خود امی کیها میخوای رقیبای خود امی کشورهایی که چهره بشر دوستی را، نقاب بشر دوستی را بر روی خود کشاندن، امپریالیسم است، استعمار است. شما عراق و لیبی و غزه را میالی ببینین. اگر گپ سر عدالت است و گپ سر انصاف است، چرا بیش از 15-16 مرتبه در شورای امنیت مصوبه که راجع به غزه پیشنهاد میشه توسط امریکا ویتو میشه؟ به معنای از این
ای است که اینجا روش دوگانه هست. مسئله عدالت، مسئله بشردوستی، مسئله انصاف، مسئله ازی که اونجا اطفال از گرسنگی میمیره، این پیششان مطرح نیست و این احساسشان مرده که اونجا خانما، زنا، پیرا، اطفال جان میته و اینجا اینا طرفداری از آتش بس نمی کنه و فشار لازم برای اسرائیل وارد نمی کنه که جنگ ستاپ بکنه یا توقف بده یا متارکه صورت بگیره. بنان در تمام خونریزی ها قدرت های قلدر و بزرگ شامل است و مسئولیت مستقیما به اینا راجع میشه و خصوصا در رابطه با افغانستان. از وقتی که از 1838 رنجیت سنگ و انگلیس و شاه شجاع معاهده را داشتن تا به امروز او زخم خونین خونچکان است و ادامه داره و افغانستان نتانسته که به رفاه برسه و یک روی آرامش ببینه. یعنی استعمار است که در نقاط مختلف جهان اینی معضلات خلق میکنه و برای فریب اذهان عوام و اینا بهانه های مختلفی را میتراشه. باید ما متوجه بود و این کشورهایی که حامی از این تروریست ها هست اینا را باید افشا کرد و ملت یک پارچه در برابر تبلیغات غلط و فریبنده استفاده شود. درست. ولی شما گفتین که داعش پدیده خاورمیانه است، درست؟ ولی مگر نیست؟ آقای صمدی یک باور دیگر دارن. اونا مأموریت گرفته بودن در سال 2014 که در برابر داعش باید مبارزه شد و اونا واضح گفتن که داعش پدیده ایسای پاکستان است. خاورمیانه یا ایسای پاکستان یا امریکا، ما اصلا به امی پاکستان و ایسای پاکستان به حیث وسائل میبینم، نه به حیث افرادی که تخلیق کننده استراتیجی ها باشه. اینا کسایی هستند که در خدمت استراتیجیست های کلان قرار دارن، خود از یا نه از خود اراده دارن. شما ببینین این جنگ جلال آباد که حمله کردن در وقت دکتر نجیب الله حکمتیار سه وقتی که آمد اعتراف کرد، گفت که همین یک اشتباه و غلطی بود و در اون جنگ کی بیشتر سهم داشت؟ همین آیسای سهم داشت و آیسای به قمانده کی سهم داشت؟ به قمانده سیایی سهم داشت، به خاطر ازی که اینجا رقابت اصلی بین در گذشته تزار، روسیه تزاری و بریتانیا کبیر و در عصر حاضر بین شرق چین و روسیه و امریکا یعنی نیتو قرار داره. قربانیش کشورهای ضعیف و بیچاره هستند. اما پاکستان هم در بسیاری موارد صدمات را دیده و پاکستان اصلا خب برای چی منظور افراز شده؟ خب روشن‌تر است. چرا ما خود بازی میتیم؟ امی افغان خود که خورترکش هم است که دست راست و چپ خود میشناسه، خب باید بفهمه که کی در خرابی کشورشان نقش داشته و رای حل چی است؟ رای حل امی است که ما خود ما یکی دیگر از یخن نگیریم، یکی دیگر در آغوش بگیریم، ولو اگر افکار متفاوت داریم، نظریات متفاوت داریم، ما امی صلح موجوده باید حمایت بکنیم. ما خود شما میفهمید که ما طالب نیستم، لیکن من طرفدار صلح هستم، طرفدار ثبات هستم، طرفدار عدالت انسانی و بشری هستم و عدالت شرعی هستم. اینا که این فضا آمده ایر ما با جنگ و وسیله از این نشیم که جنگ تبلیغاتی را پیش ببریم و وسیله دیگرا و بیگانه ها شد. تشکر آقای جانبدار. زازای صاحب، با توجه به حمله قندهار که داعش برای مسئولیت گرفت، چگونه میتونه افغانستان پایگاه امن حرس افغانی باشه و چرا جهان یک چنین فکری داره با توجه به اینکه مردم افغانستان و حتی نیروهای امارات اسلامی قربانی داعش است؟ ببینین، ما تجارب 45 سال 50 سال که قبل بود بر ما هر چیز ثابت ساخته. هر حکومتی که آمده باید یک مخالف پیدا کرده. ما در مورد این که ما نتونستیم در 45-50 سال با هم بشینیم و مشکلات افغانستان حل کنیم، اینمی خودشون زمینه را به ترهگری و تروریسم و مداخلات خارجی ها مساعد ساختن. یکی ما پاکستان رفتیم، یکی ما پیش روس رفتیم، یکی ما پیش امریکا رفتیم، یکی ما پیش ایران رفتیم. خود ما همین کارا را کردیم و همین هم خود ما کشور را گرفتیم با پای خود میزنیم. من مثال شبر شما میتونم سب در وقت مجاهدین، در اوائل مجاهدین، حکومت مجاهدین سال 70-71 یکی از کماندانای برجسته مجاهدین با امام علی رحمانوف موضوع خراسان بزرگ مطرح کردن، گپ می زدن. یک مسئله خوب متوجه شوید، موضوع خراسان و داعش حمایتش در فرانسه ایدو
سوم اراکین استخباراتی پاکستان با مخالفین طالبا دیدارش با در ترکیه و با همی افرادی که خراسان بزرگ میخواین و حمایت خود از داعش خراسان اعلان کردن یا کی هستن؟ پس چطور ما میگیم که مسئله داعش خراسان اینجا وجود نداره؟ ما دلایلش برای پیشتر براتون گفتم. یک موضوع، دو موضوع هست که ما هر حکومتی که آمده، هر حکومتی که آمده یک به نام قوم، به نام مذهب، به نام دین یک کسی رفته در مقابلش استاد شده و جهانی که میخوان که امپلانه خود تطبیق کنه اگر لغمه بسیار مقبول به دستشان میه، مثلا به دست پاکستان آمد. کی رفت به پاکستان؟ خود ما رفتیم به دست امریکای لغمه که افتید. کی رفت؟ خود افغان ها رفت آوردشانه، مثلا به شوروی خود افغان ها رفت آوردشانه، به ایران خود می افغان ها رفتن آوردشانه. ما خائنی نداریم، ما مردم هایی داریم در افغانستان که زمینه را به تخریب بوده در حال حاضر. زازه سیب، اگر واضح تر صحبت بکنین، در حال حاضر همین خائن کی است که داعش را در افغانستان آورده؟ من پیشتر براتون گفتم شما از کسی نام نبردین، فقط در زمان جمهوریت یک تعداد گفتین، نام کسی را نگرفتین. نه، من نامشو نگفتم، من ترسم از پیشو ندارم. سعی کنین، من میگیرم نامشو براتون میگم، اگر کمک برم اجازه بدین. در وقت جمهوریت در ولایت ننگرهار در ولسوالی هست که مینن داعش را خود امریکا پاهان میکرد. یکی از افسرهایی که اونجا بودن امرای ما تماس گرفتن، گفت اینجا خیمه را زدن و امریکا ها از پیششان حمایت میکردن. وقتی که حکومت وارا بمبار میکرد، کوردینات برشون میداد، وارا بمبار نمیکرد، طالب ها را بمبار میکرد. این برنامه است که قبلا 5 سال 6 سال 7 سال پیش ساخته شده، 10 سال پیش ساخته شده. من میال واضح برتان میگم، در پاکستان میال سربازگیری میشه برای داعش و زمینی داعش در داخل افغانستان همی اراضی مساعد است. از کدام نگاه؟ از نگاه اقتصاد، از نگاهی که مثلا از حکومت مردم فاصله میگیره، این زمینه بر داعش مساعد میشه. وقتی که مثلا حکومت حقوق مردم نمیتن، این زمینه مساعد میشن. وقتی که حقوق افسرها را نمیتن، زمینه خودش مساعد میشن. یعنی ای اراضی آماده است بر هر چی، بر هر طرف، به هر طور رسنی امی اراضی را آماده میسازیم، خود ما میسازیم. ما چرا و از این استفاده سو کشورهای منطقه و جهان میکنن؟ انگلیس هم افغان ها کتشان دست داشتن آوردشان به نام ملاهایی که نمی فهم چی رقم ما بودن و امریکا را هم به نام دموکرات ها آوردن. تا دیر روز مجاهد بودن، بازیش میشه کل کردن دموکرات شدن، از پیشان پیش شد. و روس هم کسای آوردن که لیلینیزم هم میخواستن، اینا میفهم چی چیز را اینجا میخواستن، اونا آوردن. فقط ما هستیم، ما هستیم که اینجا کارای خراب میکنیم. امی وقت جمهوریت فرخنده را که کشتن، تو رو والله بلا این رقم مردم کابل کشته شد. این جنایت، این تروریسم نیست، این ترهگری نیست. خود افغان ها زمینه را به تروریسم ترهگری وجود آوردن. ما چرا باید کشورهای دیگر ملامت بسازیم؟ پاکستان هرچی که میکنه، ما چرا زمینه را برش مساعد بسازم؟ ما چرا حقوق افسرهای خود آلی نمیتم؟ ما چرا زنا را برای درس و مکتب و تعلیم و برای کار نمیمونم؟ خب ما زمینه را مساعد بکنم به فرار مردم که اوقتا پیدا کنم. من فهمم، من آدان هستم، من نمیفهمم، من تجربه نگرفتیم، من کشور خود رو ایران ساختیم، 45 سال در پای یک دیگه خود میزنم، این خلقی شد، این پرچمی شد، این مجاهد شد، این طالب شد، این فلان شد. تشکر زده شد. این حکومت هایتان یک مرد از این هستن که یک لغمه نان یک اصلا بتین. تشکر، تشکر زده سیب. وقفی کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش اومدید. صمد صاحب اجازه بدید بس را جمع‌بندی بکنیم. راه حل چی هست؟ چه زمان نام گروه های تروریستی
از کنار نام افغانستان پس زده میشه و افغانستان با یک نام باثبات‌تر و با یک نام خوش در گزارش های نهادهای بین المللی گرفته میشه. بسیار خوب، پیش از این که من جواب سوال شما را بدم میخوایم که دو نوت هم اینجا بگویم. اولی که شما باز جانبدار سه پرسان کردین که گویا من میگم که داعش ساخت آیسای پاکستان است، هدف ما داعش در جغرافیای افغانستان و این منطقه است، هدف ما داعش چی نیست. یک بله. دوم که میخوایم که خدمت زاده سه یک موضوع رو برد برسانم، داعش خراسان تا ما ایشنو علاقه مندی به خراسان و خراسان بودن ندارم، و داعش خراسان با خراسان که اونا میخواین فرق زیاد دارن که هیچ وقت اونا با هم یک جای نسازن. و جواب سوال شما همی است که اگر زمان ما میتونیم که دوباره علیه از این موضوعات مبارزه کنیم و کشور خودمون را از این شوم از این صحبت ها و تهمتی که بالای افغانستان شده که گویا لانی تروریسم است، ای زمان میشه که در افغانستان یک حکومتی که تمام دنیا او را به رسمیت بشناسه، خود مردم افغانستان از او حمایت کنه و بتانن که اینمی تروریست ها و گروپ های تروریستی که فعلا در افغانستان فعالیت دارن و از نام افغانستان استفاده میکنن، به خاطر که افغانستان فعلا یک نقطه ناامن است، چطور جهان میتونه یک کشور را به این بزرگی مثل افغانستان که دارای تاریخ است، که دارای یک تمدن بوده در سابق، ایره دو نیم سال است که به رسمیت نمیشناسند و با یک تعامل غیر دیپلماتیک صورت میگیره. این فقط زمان صورت میگیره که چون ناخن طالبا و امارات طالبانی افگار است و او مجبور است که به بعض خواسته های کشورهایی که در منطقه منافع دارن سر بمانن و به اونا جواب مثبت بدن، به خواسته هایی که نباید از طریق افغانستان صورت بگیره. فقط زمان ما میتونیم که دوباره مردم افغانستان متحد شوند، همه با هم یک جای شوند، یک حکومت رسمی قابل اعتماد برای اول بر مردم افغانستان، دوم به جامعه بین المللی، تا از او طریق صدای ما در جهان شنیده شود. حالا ما صدای ما نداریم، خود طالبا فعلا زیر نام گروپ های تروریستی در جهان در لیست سیاه هستند. چطور طالب میتونه که بگه که ما علیه تروریسم هستیم؟ خب اول خود از در لیست هست فعلا، ای صحبت گپ ما نیست، گپ است که فعلا ولی صرف نظر از این مسئله، چون فعلا حاکمیت داره امارات اسلامی در افغانستان آقای صمدی، اگر بیایم در بود مبارزه با گروه های تروریستی بپردازیم، آیا امارات اسلامی مفید واقع میشه؟ چون عملا گفتن که ما داعش را سرکوب میکنیم، آیا جهان میتونه بالای امارات اسلامی حساب بکنه؟ نه خیر، امارات اسلامی اولی که با تروریسم مبارزه کرده نمیتونه. در سال 2014 که شما ماموریت داشتین تا سال 2017، ما شاهد یک سلسله مبارزات و جنگ های نپسگیر با داعش را داشتیم که در جوزجان، در درزاب اگر اشتباه نکنم، در ننگرهار، اینا ثابت ساخته که امارت اسلامی میتونه مبارزه بکنه در برابر گروه ها. در مقابل داعش وقت سه نیرو جنگ میکرد، طالب جنگ میکرد به خاطر که اونا منافع مالی در تناقض منافع مالی بودن، داعش در جایی که اونا سر بالا میکردن دیگه طالب در اونجا عایدات مالی نداشت در اون زمان. دوم حکومت افغانستان و سوم ناتو که من شخصا خودم در بعض عملیات ها بودم، میدیدم که اونا با چه قسم مبارزه میکنن و نگذاشتن در اون زمان که اونا سر بالا کنن. اما بازم خدمتتان به عرض میرسانم که داعش کاملا آماده در پاکستان شد، سربازگیری کردن، آماده شد، نطفه گذاشته شد و آل انتقال داده شده به افغانستان و از افغانستان، به خاطر که خدمت را نرس کردم که حکومت بایدن امی دیروز اعلامیه پخش کرد که اونا از پاکستان ما میکنن، پاکستان باز یک مقدار پول به دست خواهد آورد به خاطر مبارزه با تروریسم. تشکر صمد صاحب. جانب دار صاحب، راه حل چی هست؟ چه زمانی پسوند و پیشوندهای تی تی پی و داعش و جیش‌العدل این گروه ها
برداشته میشه از نام از کنار نام افغانستان؟ خب یک مسئله روشن است و بسیار هم به چیز ضرورت نداره که ما مشکوک باشیم. استعمار در طول تاریخ روش‌هایش، اهدافش و اعمالش اثر من شمس است و امروز دنباله او اهداف امریکا تعقیب میکنه و ایالات متحده امریکا نه تنها در غزه مرتکب جنایت شده، در افغانستان مرتکب جنایت شدن و ایره مردم میگه و ایره روزنامه های خودشان میگه، ایره نوام چامسکی میگه، یک امریکایی یهود الاصل و معترف است که در امریکا نه دموکراسی است نه عدالت است و اونجا پلوتوکراسی است و ظلم است و علیه غزه ظلم صورت میگیره. این نظریات خود امریکایی ها هست و ای که ما اینجا چی را تحمل میکنیم، کشور ما با چی مصیبت گرفتار است از ناحیه سیاست های استعمارگرانه، خب عملا ما میبینیم. اگر افغان ها را مجال بتن و یک مسئله را که زازه صاحب گفت که تقصیر به افغان ها، در هر جای بکتریای مزیره به صورت بالقوه موجود است در تمام جوامع، لیکن زمانی که محیط برش مساعد میشه اوی بکتریا مزیره فعال میشه. در این محیط کی برش مساعد میسازه و کی او را تغذیه میکنه، این قوتای استعماری است و نتیجه رقابتهای بین‌المللی است که افغانا به این سرنوشت دچار است. این حال وقتی که عامل بدبختی را دانستیم، ما باید در داخل هرچی بیشتر متحد باشیم و دنبال سلیقه نباشیم که در هر کی نشسته، هر کسی که در هر نشسته امنیت برای افغانستان بیاره، رفاه را به افغانستان بیاره، عزت و ناموس افغانستان دفاع بکنه، از امو باید تابعیت هم شو و حمایت شو و یک همگرایی و کواردینشن با وجود بیاره و مجال بتیم برای زمینی رو. به این ترتیب میرسیم به یک مرحله دوم، یعنی یک مرحله گذار ما باید یه حوصله را داشته باشیم که از جنگ تبلیغاتی منصرف شویم علیه امارات اسلامی کسای کشتی های جنگ داره. تشکر. زازه صاحب، دیدگاه شما رو می داشته باشیم که راه حل چی هست در کنار از او یک مسئله را که شما یاد کردین، بحث مطرح کردن خراسان تا گروه داعش، اینا فرق داره؟ آنچه که آقای صمدی به باور است هیچ فرقی ندارن، هیچ فرقی 45 سال 50 سال تجربه افغانستان چرا نمی فهمن مردم؟ چرا نمی فهمن؟ تا دیروز مردم را کشتن، تباه کردن، قتل کردن، جنایت کردن، بازی شکل کردن، دموکرات شدن که امریکا ها. این پروژه نیست، یا کی بودن؟ یا فرشته ها بودن؟ پل و پلچک و مردم را بکش در افغانستان و این شما توریزم نمیگین، ترگر نمیگین؟ به نام نامای مختلف. حالا خب یک حکومت اسلامی است، یک نظام اسلامی است. سوال من اینجاست، داعش چی بد میکنه؟ این پروژه خارجی ها نیست که چی هست برادر قم؟ ما همیشه در پای یکی بیو خود زدیم برادر، ما همیشه در فرانسه استاد میشه از دایش شماعت میکنه، میگه او چی نیست که برادر ما صمدی سب میگه که او رو کده زو غلط نسازم. چطور غلط نسازم؟ چطور غلط نسازم؟ وقتی امام علی رحمان و گپ خراسان بزرگم میزنه، چطور ما چوب بشینم؟ پاکستان میره به حقم در دوکت ترکیه در کچانگب میزنه، چطور ما خود چوب بگیرم؟ پاکستان سر زازه سب، اگه اجازه بتین دیدگاه سمدی سب هم بگیرم. جناب زازه سب امیال خودشان خود نفی میکنن، میگن از یک طرف میگن که ما خود ما هستیم که خود خراب میکنیم و اینمی فعلا بله یک کام گفت کنم. زازه سب اجازه بتین که من این صحبتهای شما را چون نقد کردین، شما اجازه بتین که من برای شما اگر کوتاه که هیچ نوع ارتباط و علاقه من به خراسان و بزرگ و به کسایی که خراسان میخواین ندارم و از اول تا آخر مخالفشان بودم. اما امی صحبتای شما جناب زازای صاحب صحبتای هست که حرفای قبلی تا نفی میکنه، یعنی شما یک گپ نمیدین که مردم متحد بسازین. اینا یک تعداد کسایی که از خراسان دفاع میکنه و اونا میخواد علی شما گپ میزنن، این خودش نفاق برام اندازه. اگر ما شما واقعا میخوایم که به خاطر وطن و وطن دوستانه صحبت کنیم، بگذارین این میگپا را جانبدار صاحب گفتن دیگه، بگذارین پشت کس گپ نزنین، بیاین یک چیز جدید شما در روی میز بونین، کس انتقاد نکنین، خود انتقاد کنین، یک چیز جدید سر میز بگذارین تا مردم بفهمن که شما یک آدم درست هستین. امیال ما صحبت های اولتون پیشتیبانی کردم، حالا برای ما یک شما یک آدم رسیدین که فرصت اقدس دارین و بل. اقدس صحبت فرصت تمام است. نه کدام مردم میگم این مردم که فرخنده را کشت،
همین مردم شما یاد میکنین؟ زازه جنایاتی که در کابل دفتن همین مردمی که چور چپاول میکردن، همین مردمی که اینجا جزه میگرفت در جمهوریت، همین مردمی که غصب کردن. فرصت تمام است زازه سب، بله دیالوگ نمیکن، بله زازه سب دیالوگ نکنین چون فرصت هم تمام است. از حضور مهمانان سپاسگزار و ممنون از شما که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همه جا به پایان میرسد. خداوند نگهدار.